خب دو تا نکته در مورد موسیقی وجود داره، فکر میکنم بد نباشه دونستنش. الان من این الیست تو گویی که درست کردم، فرض کنید یه سری آهنگ اینجا دارم از موبی که مثلا حالا یکیش لیفت میاپه. اینجا شما میتونید آلبوم آرتش رو ببینید و همونطور که میبینید الان مثلا میگم فرض کنید شما اکستریم ویس که مال فیلم بورن آلتیمیتوم یه آلبوم آرت داره که من موقعی که با آیفونم هم کار بکنم دیده میشه و خب خیلی جذابتر جالبتر، ولی لیفت میاپ هیچی نداره و اونو خالی نشون میده توی آیفون صفحهش رو. برای اینکه من این آلبوم آرت رو به این آهنگ اضافه بکنم، میام توی گوگل این لیف می آپ رو سرچ میکنم، میام توی قسمت ایمیجز و حالا این عکس رو اینجوری درگ میکنم توی آیتیونز هم توی این صفحه کوچولو و حالا از این بعد اینجا دیده میشه. اگر خواستم لیریک اضافه بکنم به آهنگم، همونطور که شما توی قسمت آی فون اون هم دیدین، میتونید لیریک ها رو روی خود صفحه ببینید، متن آهنگ رو میتونید روی خود صفحه ببینید. شما با زدن کامند آی توی اپل و احتمالاً کنترل آی توی پی سی میتونید بیاین توی قسمت لیریکس هر آهنگ و اگر لیریکسش رو حالا از توی اینترنت دانلود کردید یا گرفتید یا هر چیزی، میتونید اینجا این رو کپی کنید، این تو پیستش بکنید و اوکی رو بزنید. نکته خیلی خیلی جالبی که وجود داره اینی که الان اگه من یک بار دیگه گوشیم رو سینک بکنم، هم این آلبوم آرت هم اونجا دیده میشه، هم این لیریک هم اضافه میشه. یعنی حالا مشکلاتی که توی گوشی های دیگه وجود داره و شما باید یه بار آهنگ رو پاک کنین، حتی اگه وقتی پاک هم میکنید بعضی وقتا این اتفاق نمیفته و درست ریفرش نمیشه، اینجا به هیچ وجه این شکل به این شکل نیست و شما هر تغییری که تو این لیستتون بدید، حالا متن اضافه کنید، اصلا اسم آهنگ رو جابجا بکنید یا هر چیزی، وقتی سینک رو میزنین بلافاصله انجام میشه و خیلی راحت و خیلی سریع میتونید هم آلبوم آرت اضافه بکنید هم لیریک.